أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود بر محمد وال محمد وعصابي الجميع جنوب محترم دكتور سبب عبد الله جنوب محترم دانش سبب جنوب محترم آجي مايك آه معقب أعضاء محترم كابينة وكلاي محترم جنوب دكتور سب سيما سمال تمام بزرقاء مخصوصا خانواداء شهداء أهل ترس أمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجنون فهمی سه ابراز امتنان میکن از هر فرد افغان حق داره که رئیس جمهور خود مورد انتقاد بگیریم و ما افتخار میکنیم که اوصله شنیدن انتقاد داریم پرسان کردین پی پی یک و شست نفر برادرای هزاری ما در اداره ریاست جمهوری در محافظت است معاون اداره هزار است انتقاد کردین که جنرال سب مراد علی خان چی رقم تقدیر شده مدال آلای المر که عالی ترین مدال نظامی افغانستان است به جناب جنرال سب شد جناب فهمی سب هر وقت که شما بخواین بیاین که با ارقام و شواهد صحبت او ما تشکر میکن آیت الله از شخصیت های بسیار بزرگ از این مملکت است جناب دانش صاحب شخصا یکی از فتاویشان ترجمه کردن ما افتخار داریم که برخلاف ایران که یک قاضی زن نداره ما 249 قاضی زن داریم و یه که از فکر جناب پیاز می میکنه هر کسی که تعود به افغانستان داشته باشه انتقاد معقول و همه جانبه را قبول میکنه کوتاهی ما کم نیست اما کوتاهی اراده جز کوتاهی ما نیست باور ما سر وعدت ملی ما و سر مساوات تمام اقوام برادر و برابر افغانستان از کوتاهی ما نیست ریاست جمهوری، ریاست اجرایه، ماوینیت وزارت ها مقام خدمت است نه مقام های اضافه گویی یا خدای ناکده غرور بنابراین لطف کردین همیشه لطف کنین باز تشریف بیارین انتقاد های زیادتر کنین اما امید است که با ارقام و اعداد و باز ببینین که مشارکت هست زمینه بهتر میشه یا نمیشه جناب استاد مرک ذکر کردن که دولت از روز اولی که آدسی غمناک گرفتن گروگاناش شروع شد چی کرده بازم رئیسی به امنیت ملیرم بگیم که همراه کلتان بشنن که هفته به هفته و ما به با ما برتون گزارش بده باید نیم روز مره بعدن اگه ببینین پنجه و شش بار گروگان تغییر جای داده و به صورت دوام دار افرادی که در خاک افغان پایین شدن از تمام اقوام افغانستان بودند، شهادت دادن که اینا را نگاه, نگاه کنن و رها کنن دگم تمام برادرایتان خون دادن تا اینا صاحب زندگی باشه دوباره عملیات شد بعد از او اوا تغییر کرد نقطه دیگر برادر خوهر خوهر این محترم برادر جناب سید مراد علی خان برتان به با تفصیل باز تشریح داده میتونه یک جنگ تمام ایار سر ما تحمیل شد از هفت مرحله از ای جنگ ما گذاشتیم روزانه قوای امنیتی و دفاعی ما قربانی مید و ضرور است که ارج به قربانی گذاشته افغانستان قوت از نداره بدبختانه که یک هفته ضروریات قوای امنیتی و دفاعی خود بدون کمک بین ملی تامین کنه محدودیت ها رو گفتم در چارچوب واضح که امکانات چیست جنرال سب در از این قرار دارن با ارقام جلب توجه جنرال گرفتن اعتماد از اینا را گرفتن همکاری در چارچوب جنگ جز وظایف ما بوده اگر ناکام ماندین پارچه ناکامی خود قبول میکنیم اما امید از که هیچ وقت فکر نشه که ما فکر میکنیم که ارگ با ما تعلق داره ارگ با ما تعلق نداره ارگ با مردم افغانستان تعلق داره از این کرسی کده از این چوکی کده چوکی به در روی زمین نیست هر رئیس جمهور دنیا که امرای ما صحبت میکنه یا مجدد دکتر صحبت میکنه میگن میفهمیم که بدترین وظیفه دنیا را شما دارید اما وظیفه ما است که از بی‌ثباتی به ثبات از بیادالتی به عدالت بریم از فقر انشالله تالا به فا بریم از وکیل سب علیزاده از جناب مصباس تشکر میکنیم سر مشخصات می. یک اعلامی مقدماتی پیش روی تان قرار داره که تعودات دولت به صورت واضح خدمتان ارائه میکنه مگر من سر نقاطی که جناب مسباس تاکید کردن دوباره میرم اول انتقام و مجازات است درد از هفت نفر نیست درد از کل ملت است امروز تمام افغانستان در ازاداری شیشت و مخصوصاً ما از سمیم قلب هر یک از بازماندهای خانواده شوهد داره تسلیم میتیم غمشان مشترک است چون بدبختانه اینا تنها فامیلای نیستن که امروز به از آشیشت یک چند روز اگر وقت داشتین امروز مردم شینوار صحبت کنیم اگر چند لحظه وقت داشتین امرای چند مردم پکتیکا صحبت کنید اگر چند لحظه وقت داشتین امرای مردم قدس یا مردم فاریاب صحبت کنید هلمند هلمند امروز در خون مطلق شد بنابرای غم است. در جنگ سرتاسری در از برکت افسرای شجای ما تمام به همه اقوام افغانستان داره و هر کدامش رضاکار است در میدان جنگ ما را شکست دادن اما هدفشان نیست که تفرقه برد تفرقه بزرگترین خطر است انفجاری تروریست یا غیره خطرای است که قوای امنیتی و دفاعی ما به خوبی میتونن امرایشون مدافع مقابله کنند اما خطر تفرقه خطر مرگ اگه هزار دفعه بگوین مرگ ما عمر خدا تیر کردیم زندگیم صدقی سرتون اما مقام ریاست جمهوری رو سر شعار مرگ دادن کمک به دشمن است دولت به تهدید مواجه کردن کمک به دشمن است کی به دشمن کمک میکنه این سوال شما جواب بده اگه دولت هر چی نیم کار باشه خادمتان میدانین دیگه پرسان جواب داریم سوال واضح است قوای امنیتی و دفاعیتان امروز عملیات کردن نتانستن چون محافظت مظاهره چاره گرفتیم این وظیفه ما بود او وظیفه ما است اما امروز کوچای کابل بسته است دکل الله ای جناب ها ده, ده دفعه برشان مراجع شد میخواستن که بگن رای رئیس جمهور میخواستن هم رئیس 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 بجاره دیروز خدمتشان رفتن جناب دانش سب رفتن جناب استاد مخ... اصول باید واضح باشه برادر و میاین مثل آقای فهیمی واره انتقاد میکنین با سر هر دو چشم. اما وقتی که میگین مرگ حرف به چی نیمان حرف سلح امرای کسی بکنیم که شعار مرگ مرا خود طالب میده شعار مرگ مرا خود دایشی میده شعار مرگ مرا دشمنای خارجی ما میده اینال سر نقطه اول، انتقام، پیغام واسی مارم ببینین، هدف اول ماست. و رساندن عدالت هدف اول ماست، مطلق جناب مصباح سب همراه تون همگام هستیم. عملا بر ما اجازه بودیم. وعده ما خلاف چیزی که جناب فهیمیسم میگن، وعده خالی. و مستاقش عملیاتای های ماست و قربانی که برای رهایی شده نوسته نفر از یک طرف هشت نفر دیگه امروز رها نمی بودن اگه ما مسئله جدی نمی گرفتیم دیگه امید است که نقطه اول مسئله دوم امنیت منطقه و راه مواصلاتی است و از به داخل را واضح دادیم که عملا برتان گذارش شد نه ای که گزارش نظری وزیر سب دفاع داخله رئیس به امنیت ملی با یک پلان مشخص برای امنیت راه مواصلاتی اقدامات میکنه. کنه فالسازی و خاک افغان در اصل قبول عملا مشکلات ما را درک کنه ای آسان کار نیست یکی از دورترین نقطه من نمیخوایم امروی تن حرف دروغ بکنیم عدف دشمنی ای بوده که در هر گوشه افغانستان ما رو بکشم عدف واضح چی وقت عملی شده میتونه با تفصیل امروی تن میشنیم جناب مزباسه بیتر است که واضح روشن صحبت کنیم که اما دودت های خود بشناسیم اما اداف خود وزیسه به داخله را ادایت واضح دادیم که پلیس محلی قابل اعتبار در گیلان ایجاد شد و آینده نی در چند روز آینده نه چند هفته آینده که ترتیب آه, اساسی آه, گرفته شن. توجه به ورسه شهدا به ایوازی ای وظیفه ماست پیش از پیش پیش از اینکه شما درخواست کنین از هر یک از بزرگایی که در شورای امنیت ملی هستند به محض از, از اینکه خبر از فناک رسید اولین اقدام کردم در روز دوشنبه جلسه شورای امنیت تا بال سه بار شورای امنیت ملی سر از این موضوع جلسه داشت و اولین موضوع ما رسیدگی به خانه اودای است تعهد واضحی داریم که در داخل امکانات دولت کمک میکن و رسیدگی می چون منظوری را گفتید، کلش انشالله و تعالی صورت عملی تطبیق میشه. پلان مشخص عملی از این نقاط امکارای امنیتی و دفاعی ما جمع جناب پوپلس که رئیس ارگانهای معلی است، میسازن امرایتان شریک بکنید. ایناله خواهش من. قول اردو در دا داخل امکانات تمنیز سرش غور میکنیم سقف قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تعیین شده برادر خارای مدر سی هزار نفر است دنیا پیسی زیادتر نمیده در داخل ترتیباتی که موجود است جناب جنرال سب مراد علی خان مسئولی هستی و ایسی معاونی لوی درستی است که تابع را به چی شکل تعیین کنه پس برتان ما چند ما کار داریم که کل قوت های موجود در اثر برسی کنیم جناب وزیر سب دفاع طرز اساسی اص... از این روی دست گرفتن برتان گزارش میدیم هدف ایست که امنیت به هدف نیست نیست که قلور دو جور شد محدودیت های ما را بفامیم باید قوی با را قناعت بدیم خدمتتان عرض کردم که تنها یک طرفه نمیشه کاش که افغانستان یک سروت بسیار سرشار می داشت که شما میگفتین و فردا عملی میکنیم اما تابع مجدد قوتا هدف اصلی ماست در جلب و جذب از کمک میخواییم هر کسی که حاضر از با پلیس ملی بوره با اردوی ملی بوره مقدار کافی جای وجود داره لطفا بچه های مستعده تشویق کنین که بیاین و برای پلیس محلی از امکانات خود اقدامات دیگه گرفتیم. چون سقف از او تعیین بوده از بودجه دیگه صرف جویایی کردیم و جای دیگه را کم کردیم که تعداد پلیس محلی را زیادتر کرده بتونیم تا برتون شو تشکر از یادواریتان جناب بوسبوس خواهش می چیز خواهش اول که طبق اصول دینی مبین اسلام شهدا به خاک ای ضرور است که بحث در کوچه نمانه. بس بیایه بین نمایندگای مشروع مردم بین با بازماندگای خانواده شده و بین حکومت دا... حکومت خواهد از کس دیگه نیست حکومت از شماست ما در خدمت شماستیم خطرات امروز بازم از برادر را پرسان کنید بار بار خطر ازی بود که اگه انتحاری در ما بین مزایرش چه داخل شد کل قوای امنیت ملی را سه بار جهت دادیم تا جلوگیری جلو گریشا. دشمن های ما را بش بشناسیم. در خوست یکی از وکیل سه با قار بود سر والی سب. جلسه گرفت زیادتر از 20 نفر شهید دادیم عرض میز که در داخل از این بیاین به وضاحت به نتیجه برسیم دو این خواسته ها معقول است اون اعلامی برتان خدمتتان تهیه کردیم اگر تغییر در متن میخواین پیشنهاد کنید اما سوم یگایت از شما امرای کسایی که خود نماینده مزایرت ها میدانن بشینین به نتیجه برسید شما نماینده منتخب هستین شما وارثین خانواده هستین تصمیم بگیرین ما را هدایت بتیم ما در خدمتتان هستیم و عملا میخوایم که به چیزی به تعود برسیم که فورا قابل اجرات شد بازم از نصیحتایتان از انتقاداتتان از پیشنهادایتان ما قلب براز میتنام میکنم ما جز هدف خدمت چیز نداریم و یک نقطه خدمت جناب فهمی سه میکنم بازم با عجز تمام ما برادر سکه ما آق کدیم در قدم مانده میتونم. ما در ارک خانواده ندارم جناب فهمی خانواده ما کل افغانستان است ما تعلق به اگز سیاسی ندارم به کدام جریانم ندارم با تمام مردم افغانستان متعلق هستم اگر شما یافتین که یک عضو خانواده من مقرر شده استفاده کرده دست قطع کنید و امید از شما باز باشین که اگر فرمایش درست نبود و ارقام و شواهد برامنه امی بزرگی را داشته باشین که تجدید نظر کنین و داینده آینده خادمتان مورد توجه قرار بدین زنده باشین بسیار خوش آمدین بخیر باشین